با سلام و درود خدمت شما همراهان عزیز صفحه تحلیل تکنیکال رضا خونتارچ هستم با تحلیل و سیگنال هفتگی در کنار شما هستم به بررسی اخبار مهم هفته مثل همیشه دلایل مهمی که این هفته میتونه مومنتوم داشته باشه یا نه و البته جوفرزای مهم تو بازارهای مالی میپردازم امیدوارم که همراه باشی چند دقیقه وقت تو میگیرم حتما تو کامنت ها فعال باش واچ لیست تو بذار فردا دوشنبه این هفته شروع میشه هفته کاری جدید که با تعطیلی رسمی روزای روز استقلال ایالات متحده همراه میشه فورت آف جولای و بانک مرکزی تعطیل و یه جشن 22 بهمن خلاص ایالات متحده است. هر سال اینو داریم بچههایی که سالای دوم سومش تجربه میکنن میدونن روزیه که مومنتوم نداره و بازار در حقیقت میتونه حرکت عجیب غریب داشته باشه خیلی از بروکرها آردی تعطیل کردن ساعت‌های تریدینگ‌هاشون و معامله کردنشون رو اینسترومنت ها جابجا جا کردن حتما پیامش هم گرفتی این هفته هفته مهمیه از همین الان بهت بگم که اتفاقای جالبی تو این هفته میافته تو قدم دوم ساعت ها به ساعت تهران تنظیم شده به ساعت ایران که بچه راحت باشن کش ریت دلار استرالیا قراره تغییر بکنه از 85 صدم به یک ممیز 35 صدم درصد ببینیم چه اتفاق میفته اسپیک های مختلف این هفته میتونه چالش برانگیز باشه اما 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 مهمترین خبری که من نارنجی دایره بکشم میتونه این هفته رو تحت تاثیر قرار بده جاب اوپنینگ ایالات متحده است همین جوری که میبینی این خبر متصل تقریبا میتونم بگم هر روز یه خبر بیکاری و آن ایمپلویمنت خواهیم داشت چهارشنبه پنجشنبه و جمعه چهارشنبه در حقیقت خبر جاب اوپنینگ خیلی مهم خواهد بود چون عددش اومده پایین تر حتما با من همراه باش روزا هر روز لای و از طریق یوتیوب هستیم همین لحظه اعلام خبر و میتونه خیلی مهم باشه برات ADP نان فارم Employment Change یعنی تغییرات تو بخش غیر کشاورزی تو اشتغال تعداد اشتغالی که تو بخش غیر کشاورزی تو ماه گذشته تولید شده خیلی مهمه این و البته روز پنجشنبه بازم یه خبر دیگه آن ایمپلویمنت داریم اگه نگاه کنی پی پی آی هم خواهیم داشت روز چهارشنبه اف او میتینگ هم داریم یه جوری خبرها متصله تا اینکه بازار آماده بشه برای خبرهای ای در حقیقت جمعه این هفته رو بذاریم اشتغال بیکاری ایالات متحده است هفته ایالات متحده است استقلال داره روز چهارم داره استقلالش تولی در واقع تعطیلیه به خاطر اون پس تا آخر این هفته نگاه کنید چقدر آخرین خبر هفته آن ایمپلویمنت ریت که بسیار میتونه مهم باشه اگه آن ایمپلویمنت ریت عددی که پیشبینی کارشناساس بیشتر بشه تاثیر منفی کمتر بشه تاثیر بهتر داره رو نزدک سهام روی دلار آمریکا و همین جور نام فارم ایمپلویمنت چنج که یه عدد اتوماتیکش روز پنج شنبه دیدیم عدد اصلی روز جمعه اعلام میشه نگاه کنید 394 هزار تا 275 هزار تا و عدد عجیب و غریب یه اتفاقی روز چهارشنبه و پنج و جمعه خواهد افتاد امیدوارم اینا رو بتونی سریع کچاپ کنی بگیری و در حقیقت با من همراه باشی چون روی ذهنیت خودم بین این خبرها دارم حرکت میکنم سعی میکنم لینک در یه نکته اصلی که اینجا هست این عدد اتوماتیکش نگاه کنین پیش بینی بیشتر از دوره قبلیه اما اینجا توی همون گزارش که اتوماتیک نیست الگوریتمی نیست دوره گذشته 390 هزار تاست این دوره پیشبینی کارش... کارشناس ها 275 اون اما خبر است که خیلی مهمه لایوهای روزا هر روز سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه با هم لایو خواهیم داشت روز چهارشنبه و جمعه از طریق اینستاگرام رای گیریش و حتما شرکت که این جلسه های لایف خواهیم داشت و امیدوارم که این هفته برات یه هفته پر از علم و دانش و البته برکت رو معاملات و انتخاب تریدای عالی باشه اما بریم سراغ چارتا چند تا تا خیلی سری برات مطرح میکنم چون میدونم تعطیلی آخر هفته است شاید بازار روز سه‌شنبه با گپ متعددی باز بشه یا اصلا حرکات نامنظمی داشته باشه بنابراین خیلی چارتای مختلفو بررسی نکردم چند تا ویکلی و دیلی رو آوردن برات که بتونی اونا رو دنبال کنی یو اس به نظرم تو مقطع بالا خیلی جای جالبی ایستاده دیلیش هست ببینیم این هفته مومنتومش هم داره عاملش هم داره خبرهای مهمی هم تو راه که قطعا میتونه تأثیر گذار باشه پس بنابراین حواسم به یو اس هست دیلیش فوقلاده جذاب خواهد بود تلا دیلیش خیلی جذابه اومد آخر هفته دو تا ناحیه رو گرفت روز جمعه ببینیم کندلش چجوری بسته شده ظاهرا حالا ببینیم روز دوشنبه اگه گپ بزنه گپ اپ گپ داون معنی های مختلفی میتونه داشته باشه نزدک و اسم پی هم دیلیاش فوق العاده جذاب بسته شد مخصوصا اس از روی این زخامت و ببینین اومد نفوذ کرد و ببینیم روز دوشنبه که بازار تعطیل روز تشنبه چجوری باز میشه بسیار مهم این هفته مومنتوم بازار همونجوری که عرض کردم خدمتتون هفته بیکاری و اشتغال ایالات متحده است وقتی حرف از اشتغال و بیکاری زده میشه خیلی مهمه یه چارت ویکلی جذاب دیگه هم خواهیم داشت برای بچه‌ای که ترین لاین بازن و میدونن رو نفت یه جالب بوده و شاید این هفته من اینو بکشم شاید جذاب‌تر باشه این هفته میدونن خیلیا که این لاین نفت شاید شکسته بشه و یه حرکت جالب رو بزنه ببینیم چه سناریویی اینجا اتفاق میفته نمودار نمودار ویکلی هر کندل یه هفته طول میکشه پس فرصت کافی و برای اداپت شدن داری تا وقتی که زیر این ناحیه نیامدی خیلی آردی الان دارن میگن نفت میریزه اما ویکلی نفت داره با ضعف بسته میشه پس بنابراین هفته آینده باید ببینیم این کفا تست میشه آیا میتونه بشکونه ناحیه شاید ترن لاین رو و بیاد پایین اگه ترن لاین رو هم کار نمیکنی قطعا ناحیه های ترنینگ پوینت اینجا رو میتونی تشخیص بدی من یه ترنینگ پوینت بذارم یه زون نارنجی بذارم برات که بسیار جذابه این محدوده اینجاست که میتونه بسیار هیجانی با مومنتوم بالا وارد چون میتونه حتی قیمت بیاد توش چند روز بمونه یا اینکه اصلا واکنش نشون بده شروع هفته حرکت کنه به سمت بالا ما فعلا دنبال این هستیم ضعف بایرا رو ببینیم شاید تو مخته سلر بودن با نفت همراه بشیم ببینیم موضوع جهان به چه سمت و سوی پیش میره چون میتونه خیلی تأثیر گذار باشه چارت جالب دیگه ما برای بچههایی که ارزهای دیجیتال کار میکنن ETH چارت دیلیش فولاده جذاب و روی جایی ایستاده که مرز بین بالای چهار بالای چهار رقمی یا هزار و زیر هزار یه عدد هزار تفاوتش با 999 یه رقم اشاره نه فقط توی ETH حتی به کوینایی که به قراردادایی به کانترک هایی که به ETH ای وصله زمانت اجرایی خیلی از کوینای دیگه همونجوری که میدونیم پس داره شروع میشه تتر داره یه کارایی میکنن دارن کلا بازار در حقیقت بسیار ولتایل شد و فعلا ای ETH در حقیقت تایم فریم دیلیش بسیار جذابه ببینیم میتونه این هفته بیاد نابود کنه این تایم و حتی بیاد 100 دلار یه بار دیگه تست بکنه یا اینکه موفق میشه بر یه برگشتی رو بزنه بیت کوین رو دنبال میکنم سر ارزای ارزهای دیجیتال هنوز بر نگشته همچنان بریشه کندل ویکلیش رو میبینین ویکلی که صحبت کردیم این ویک شد در داخل کندل قبلی بسته شد کندلو این هفته هم گفتیم اگه حرکت بکنه زیرش به راحتی داره حرکت میکنه ببینیم تا کجا میره دوازده ساعت و دیلیه بیت کوین هم جذاب دوازده ساعتش هم که صحبت کردیم از این بالا و قیمت حرکت کرد 18626 پایین ترین جاییه که قیمت اینجا داره تایم فریم های پایین تر هم قطعا میتونه یه اطلاعاتی بده جالبه ببینید چقدر اسکویز شده پامپ شده بیت کوین دووم نیاورده بایر نبوده تو بازاری که بایر نیست قطعا سلرا قیمت رو پایین نیگر میدارن و بایرام حتی بایرایی که پتانسیل بای زدن سرمایه بای زدن رو دارن پولاشون رو نیگر داشتن برای اینکه بیت کوین شاید بیاد قیمت پایینتر و قیمت پایینتر بتونن بخرن مثل همین مقطع که 18600 اومده ببینید چه حجمی وارد شده تا 20000 قیمت رو کشوندن هر چه هست روی بیت کوین در حقیقت میتونم بگم ساعت ها روزای آتی این هفته بسیار میتونه مهم باشه هفته ای باشه که یا منجر به نجات بیت کوین از این مقطع فعلی بشه با ضعف شدید دلار یا اینکه هفته ای باشه که با قدرت دلار دوباره بازار تو همون جهت بیت کوین بره یادت باشه تو بیت کوین ارزهای دیجیتال هر چارتی که داره میریزه اگه دنبال برگشت هستی از روی ناحیه حتی نیاز به عوامل برگشت داری این عوامل برگشتی تو استراتژی PTA تو سه دسته سه تا نشونه بهت یاد دادم سه تا نشونه برگشت که میتونی اینا رو از طریق آموزش های یوتیوب حتما سر فرصت این هفته اندازه کافی فرصت داری تماشا بکنی آماده باشی همچنان بیت کوین داره میگه که آموزش ها رو ببین آماده باش برای در حقیقت برگشت بازار منتظر اولین کندل برگشتی میتونی باشی بعدش حمایت بایرا و بعدش اولین هایلویی که شکسته میشه نمیدونم آموزش ها رو دیدی با من همراه هستی یا نه اما اگه اولین بار این آموزش رو میبینی این صدا رو میبینی تحلیل هفته این صدا رو میشنوی صدای منو و تحلیل هفتگی رو تماشا میکنی اولا بهت خوش آمد میگم دوم من که حتما تو جلسه های لایو روزا شرکت بکن جلسه هایی که از طریق یوتیوب برگزار میشه و هر روز کاری با... قبل از اعلام خبر در کنارتون خواهم بود یه هفته پر از زیبایی برکت لذت و تکنیک رو برات آرزو میکنم این هفته هم در کنارت هستم با هم همراه شو از طریق کانال یوتیوب تا درودی دیگر ببینید